این هلوی رسیده آبدار اسمش بابی و تصمیم داره با دوست پسرش کیو ازدواج کنه. اما یه اتفاق ناگوار میفته که همین باعث میشه کلن رابطهشون به هم بخوره. مدتی بعد بابی با یه قاضی جذاب میره رو تشک، ولی خبر نداره با این کارش قراره جونش به خطر بیفته. رفقا سلام، امروز میخوام یه فیلم پرشالاق شروع رو بهتون معرفی کنم به اسم خیانت سوزان. اول فیلم بابی تو خونش تنها نشسته و داره نوشیدنی میخوره که یه دفعه کیو از راه میرسه و بهش پیشنهاد ازدواج میده. اونم قبول میکنه و همون شب تا صبح روی تخت بازی لنگ در هوا میکنن. روز بعد بابی همراه دوستش سارا میره مغازه لباس عروس بخره. اون در حین پرو لباس میگه که واسه شروع زندگی مشترک کاملا آماده است. اما سارا مخالف ازدواج و ترجیح میده با مردای مختلف وارد رابطه بشه. جلوتر معلوم میشه بابی همکار کیو هم هست و با اون توی شرکت کار میکنه. یه روز کیو به دادگستری احضار میشه چون یه نفر ازش به جرم کلاهبرداری شکایت کرده. بابی هم واسه حمایت هست کیو همراهش میره دادگاه. اونجا با یه قاضی خیلی جذاب به اسم مارکو آشنا میشه. توی جلسه دادگاه کیو یه عالم مدرک واسه اثبات بیگناهیش ارائه میده و قاضی مارکو هم اونو از تمام اتهامات تبرئه میکنه. بعد از این حکم کیو با خوشحالی میپره تو بغل بابی. اما همه هوش و حواس زنه سمت مارکو. ظهر همون روز کیو مجبور میشه بره به سفر کاری. بابی هم تصمیم میگیره از نبود نامزدش استفاده کنه و برای خودش یه مهمونی بگیره تا واسه آخرین بار قبل از ازدواج از مجردی لذت ببره. اون تمام دوستاشو به مهمونیش دعوت میکنه و یه رقاص مرد رو هم میاره تا با همه حال بده. آخر شب دوستای بابی بهش هدیه عروسی میدن و حسابی خوشحالش میکنن. البته خوشحالی بابی زیاد طول نمیکشه چون اون توی یکی از جعبه های کادو چند تا عکس از کیو در کنار یه زن دیگه پیدا میکنه. بابی حسابی ناراحت میشه و خودشو تو دستشوی حبس میکنه. دوستاش سعی میکنن بهش دلداری بدن اما موفق نمیشن و به ناچار با تییاگو تماس میگیرن. بیخبر از اینکه خود تییاگو اون عکس رو واسه بابی فرستاده تا رابطهشو با کیو خراب کنه. تییاگو همکار و دوست صمیمی بابی و وقتی از راه میرسه یکم باهاش حرف میزنه و آرومش میکنه. در ادامه بابی تصمیم میگیره اتاق کار کیو رو بگرده تا بفهمه اون زنی که تو عکسا بوده کیه. بابی، سارا و تییاگو با هم میرن دفتر کیو اما نگهبان نمیذاره برن داخل. تییاگو به دروغ میگه بابی میخواد یه سورپرایز واسه کیو تو محل کارش جاساز کنه. نگهبان هم وقتی این حرفو میشنوه به اونا اجازه ورود میده اما خودش هم باهاشون میره. سارا نگهبانو گول میزنه و میبرتش توی اتاق دیگه و دست به بولش میزنه. بعدم سالار نگهبان تا ناموس خودش جا میکنه. بابی و تییاگو از این فرصت استفاده میکنن و توی کشوی میز کیو سرک میکشن. در نهایت بابی میفهمه کیو 2 سال با زن تو عکس رابطه داره و از این موضوع خیلی عصبانی میشه و حسابی اتاق کیو رو به هم میریزه. بعدم همه ی از اونجا میرن. یه مدت از این ماجرا میگذره ولی بابی هنوزم ناراحته و خیانتی که بهش شده رو فراموش نکرده. اون واسه فرار کردن از مشکلاتش هر روز تا خرخره مشروب میخوره و مست میکنه تا اینکه سارا بالاخره به دادش میرسه. سارا بابی رو به زور میبره آرایشگاه تا حال و هواش عوض بشه و از افسردگی بیرون بیاد. تو صحنه بعد بابی میره دادگستری تا قاضی مارکو ببینه. اما سر راه با کیو روبرو میشه. بابی به کیو میگه گورشو گم کنه اما اون اصلا حرف حساب حالیش نیست. در همین لحظه مارکو میاد و کیو رو مجبور میکنه از اونجا برن. جلوتر بابی و مارکو با هم میرن نوشیدنی میخورن. اما بعد از چند دقیقه مارکو میره سراغ یه زن دیگه و بابی مجبور میشه تنهایی برگرده خونه. در ادامه بابی تصمیم میره از زندگیش نهایت لذت رو ببره. به همین خاطر یه موتور میخره و به یه گروه موتور سواری ملحق میشه. بابی حتی همراه گروه موتور سواری میره مسافرت اما وسط راه میفهمه قاضی مارکو هم اونجاست. بابی و قاضی تو سفر حسابی عشق و حال میکنن و حتی قاضی سفتشو تو نرم بابی فرو میکنه. بعد از چند روز بابی برمیگرده خونه و میره سراغ کامپیوترش. اما یه دفعه خشکش میزنه چون تو ایمیلاش یه فیلم از خودش و مارکو در حال عشق بازی میبینه. بابی نمیدونه کی فیلم رو براش فرستاده اما به کیو مشکوک میشه. به همین خاطر هم تو لپتاپ اون سرک میکشه و تصادفی یه سری مدارک پیدا میکنه که نشون میده کیو واقعا کلاهبرداره.
بابی این ماجرا رو به گوش تییاگو میرسونه و قصد داره مدارکی که پیدا کرده رو بده به مارکو. اما تییاگو ازش میخواد این کار رو نکنه تا حیثیت شرکت خدشه‌دار نشه. در ادامه رابطه مارکو و بابی روز به روز عمیق‌تر میشه و اونا بیشتر وقتشون رو با هم میگذرونن. بابی حتی موافقت میکنه که بره با مارکو زندگی کنه و همه چی براش عالی پیش میره تا اینکه یه شب سر و کله یه زن به اسم پاولا پیدا میشه. پاولا در واقع همسر مارکوه و وقتی بابی این موضوع میفهمه با عصبانیت سوار موتورش میشه و میره. ولی در حین رانندگی با یه ماشین تصادف میکنه. بابی یه مدت تو بیمارستان تحت درمان قرار میگیره و وقتی بالاخره برمیگرده خونه با مارکو روبرو میشه. اون از بابی معذرت میخواد و کل ماجرای زندگیشو براش تعریف میکنه. معلوم میشه مارکو یه دختر 4 ساله داره که به شدت مریضه، چون پاولا موقع بارداریش مواد مصرف میکرده. همین مسئله هم باعث به هم خوردن رابطهشون شده. وقتی بابی این حرفا رو میشنوه یکم آروم میشه، اما هنوزم مطمئن نیست که میخواد برگرده پیش مارکو یا نه. در ادامه مارکو سعی میکنه راننده‌ای که با بابی تصادف کرده رو پیدا کنه و همه اطرافیان بابی رو زیر نظر میگیره. تو صحنه بعد کیو و تییاگو رو در حال صحبت میبینیم و از حرفاشو میفهمیم که اونا هر دو عضو یه باند خلافکارن و میخوان بابی رو بکشن، چون اون ماجرای کلاهبرداری کیو رو میدونه. در واقع تییاگو اول با فرستادن فیلم عشق‌بازی بابی سعی کرده ازش زهر چشم بگیره، اما موفق نشده. کیو هم سعی کرده بابی رو با ماشین زیر بگیره، اما اونم موفق نشده. کیو و تییاگو با جزئیات درباره نقشه‌هایی که واسه بابی کشیدن صحبت میکنن، اما خبر ندارم مارکو تو اتاقشون دستگاه شنود کار گذاشته و داره همه حرفاشون رو گوش میده. به محض اینکه مارکو میفهمه بابی در خطره بهش زنگ میزنه، اما زن موبایلش رو جواب نمیده. در همین حین تییاگو میره دنبال بابی و وانمود میکنه که میخواد اونو برسونه ایستگاه پلیس تا با هم کیو رو لو بدن. بابی هم از همه جا بیخبر سوار ماشین تییاگو میشه، اما اون وسط راه اسلحه‌شو در میاره و بابی رو تهدید میکنه. مارکو پشت سر هم به بابی زنگ میزنه، اما زن از تییاگو میترسه و گوشی رو بر نمیداره. بعد از چند دقیقه وقتی بابی میبینه حواس تییاگو پرته، سریع تماس مارکو رو جواب میده و کمک میخواد، ولی تییاگو تلفن ازش میگیره و میبرتش تو جنگل. از اون طرف مارکو و دوستش بابی رو از طریق موبایل ردیابی میکنن و میرن دنبالش. تو جنگل تییاگو به کیو دستور میده که بابی رو بکشه، ولی کیو دلش نمیاد این کارو بکنه. تییاگو خیلی عصبانی میشه و به کیو شلیک میکنه. بعدم میره سراغ بابی، اما مارکو سر میرسه و زن رو نجات میده. در حین درگیری مارکو تیر میخوره، ولی خوشبختانه دوستش به موقع دخل تییاگو رو میاره. بعد از این ماجرا آمبولانس میاد و مارکو رو منتقل میکنه به بیمارستان. بابی اونو تنها نمیذاره و باهاش میره، چون فهمیده مارکو چقدر عاشقشه. تو صحنه آخر بابی با مارکو ازدواج میکنه و دختر اونو به سرپرستی میگیره و اینجاست که فیلم تموم میشه. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.